سرخط خبرها. مذاکره درباره مسائل منطقه‌ای، شرط آمریکا برای حذف سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی. ایران میگوید بسیاری از خواسته‌هایش برای احیای برجام رد شده. دو هفته بعد از آغاز اعتراض‌ها در ایران، آمریکا خشونت حکومت علیه معترضان را محکوم کرد. افزایش بیش از 200% ورود پناهجویان افغان به ترکیه، اردوغان گفته این کشور نمی‌تواند موج تازه را تحمل کند. و یک روز بعد از اقدام جنجالی مجلس ایران برای کنترل فضای مجازی، قالیباف میگوید واتساپ و اینستاگرام مسدود نمی‌شوند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. ایران جزئیات بیشتری از اختلافاتش با آمریکا در مذاکرات احیای برجام را علنی کرده. کاظم غریب‌آبادی، عضو هیئت مذاکره کنندگان ایران، گفته آمریکا کل تفاهم را به تعهد ایران به مذاکره درباره برنامه‌های موشکی و منطقه‌ای‌اش گره زده. مذاکرات وین بعد از 6 دور ماه گذشته در پی انتخابات ریاست جمهوری ایران متوقف شد و معلوم نیست کی از سر گرفته شود. دیروز رهبر ایران در دیدار خداحافظی با دولت حسن روحانی از او به خاطر منوط کردن بعضی از کارها به توافق با آمریکا انتقاد کرد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین برای بازگشت دو کشور به توافق هسته‌ای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها تقریبا 6 هفته است که معلق شده و حالا در آستانه روی کار آمدن دولت تندروها در ایران و سخنان تازه رهبر کشور، امکان از سر گرفته شدن آن ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است. رهبر ایران در خداحافظی با دولت حسن روحانی رئیس جمهوری را به علت آنکه به گفته او بعضی کارها را منوط به توافق با آمریکا کرده سرزنش کرد و از شرط آمریکا گفت برای توافق. شرط می‌گذارن، میگن اگر می‌خواید تحریم‌ها برداشته بشه باید تو همین توافق الان یه جمله‌ای رو بگنجونید که این جمله به معنای این باشه که بعداً باید درباره این موضوعات با شما صحبت کنیم و توافق کنیم. این جمله چیه؟ این جمله یه بهانه ای است برای مداخلات بعدی درباره خود برجام، تمدید برجام، درباره مسائل گوناگون، درباره موشک، درباره منطقه. چند ساعت بعد از سخنان رهبر ایران، سایت او مصاحبه ای داشت با یکی از اعضای تیم مذاکره کننده، کاظم غریب‌آبادی، که از جزئیات بیشتری از موارد اختلاف با آمریکا در مذاکرات وین گفت. او گفت آمریکا کل تفاهم را به پذیرش بندی در خصوص انجام گفتگوهای آتی در مورد مسائل منطقه‌ای گره زده. او همچنین گفته است آمریکا حاضر نیست دستور اجرایی تحریم تسلیحات متعارفی را لغو کند، چیزی که میتواند خواستی فراتر از برجام از سوی ایران تعبیر شود. آقای غریب‌آبادی گفت آمریکا حاضر به برداشتن تحریم‌ها علیه بیش از 500 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین لغو قانون تحریم کاتسا نشده است. این هم خواستی است که میتواند بیش از برجام تعبیر شود، چون اشاره به قانون کنگره آمریکا دارد در ارتباط با اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، برنامه موشکی ایران و موارد نقض حقوق بشر. همین چند روز پیش بود که معاون وزیر خارجه آمریکا در چین به رهبران آن کشور گفت اگر توافقی برای برگشت به برجام انجام نشود، آمریکا بر تحریم‌ها تاکید خواهد کرد. هشداری به ایران و چین در صورت از سر نگرفته شدن مذاکرات وین. کسرا ناجی، بی بی سی. برای صحبت بیشتر در این باره، مجید گلپور، کارشناس روابط ایران و اروپا از ژنوا در ایتالیا، با ما هستن. آقای گلپور، آیا این صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو باید اینطور برداشت کنیم که قرار هست مسیر مذاکرات درباره برجام دشوارتر از این هم که هست بشه؟ با سلام به شما و هموطنان عزیز، اجازه بدید ابتدا ما برداشتی رو که از صحبت‌های ایشون میشه داشت رو تفکیک کنیم به لحاظ حقوقی و مسائلی رو که به نظر میرسه نظرات شخصی ایشون میباشه و اساساً در مذاکرات نقشی نداره این نظرات. ببینید، امروز
جمهوری اسلامی در اون راند 6 مذاکره اول مسئله برداشتن تحریم ها رو از روی جمهوری اسلامی در شرایطی جلو می برد که خود جمهوری اسلامی به عدم پایبندی جدی برای اجرای برجام از طرف تمام شرکت کشورهای مذاکره کننده و نیز سازمان بین المللی انرژی اتمی مورد سوال قرار گرفته. یعنی ما در ابتدا به دنبال برداشتن تحریم ها که در شرایطی که جمهوری اسلامی خودش یکی از مسئولین این مسئله است داریم صحبت میکنیم. دو، در مورد اینکه اضافه شدن مسائل دیگه از جمله جایگاه نظامی و فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی آیا میتونه مورد مذاکره باشه یا نه، این صحبتی که سالیان در موردش نشانه های بسیار مثبتی حداقل در اروپا موجود بوده و حداقل در خود فرانسه آقای مکرون همیشه گفتن مسائل نظامی جمهوری اسلامی تا اونجایی که برمیگرده به دفاع فعال ملی جمهوری اسلامی مورد حمایت فرانسه است. بنابراین اگر شما یک بار دیگه صحبتهایی رو که مقام عالی رتبه‌ای که در تمامی مذاکرات هسته‌ای در این شرایط حاد و بحرانی کرونا مسائل نامربوط و بدون زمینه حقوقی رو مطرح میکنن، میتونیم بفهمیم که اشتباه از کجا داریم. پس شما میفرمایید صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای میکنه و اینکه اینها بهانه تراشی میکنن برای اینکه تحریم‌ها همچنان برجا باشه نادرست نیست و در نهایت ایران ممکنه که این مذاکرات رو دشوارتر بکنه؟ بهانه بزرگ خود سخنگو هستن خانم. شرایطی که امروز مردم ما و میهن ما درش قرار گرفته، بحران کرونا، بزرگترین عامل مذاکره و نوعی که این محتوای مذاکره میتونست تمام جهان رو متحد کنه که صدها میلیارد پول مردم ایران حداقل بخشیش آزاد بشه و مسئله بحران کرونا در ایران بتونه به جدیت و به سرعت به نتیجه برسه رو دارن از مردم ما میگیرن. مذاکرات برجام یعنی چی؟ یعنی باز شدن درهای تجارت و نیز بهداشت و مدیریت کرونا به جهان، و این واقعا قابل فهم نیست در شرایطی که تمام بیمارستان‌های شهرهای بزرگ ایران امکان فراهم کردن اولیه ترین شرایط بهداشت عمومی رو ندارن. ما اصلا واقعا قابل فهم نیست این افکار از کجا میاد. متشکرم. مجید گلپور، کارشناس روابط ایران اروپا از ژنوا در ایتالیا، ممنونم. با گذشت دو هفته از آغاز اعتراضات در خوزستان، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان در این استان و چند شهر دیگر را محکوم کرد. دیروز عده‌ای از مردم رباتگریم در حاشیه تهران هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. با اخلال اینترنت در خوزستان، اخبار اعتراضات در این استان کمتر شنیده می‌شود. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. استان رباتگریم 5400 مردم اعتراضات خودشونو شروع کردن. اعتراض‌ها در ربات کریم، شهری که در هلال فقر استان تهران قرار دارد. جمعیت ربات کریم در دهه‌های اخیر چندین برابر شده. اغلب جوان، در دهک پایین درآمدی و مهاجر از استان‌های دیگر از جمله خوزستان. این شهر یکی از مراکز مهم اعتراض‌های آبان ماه 98 هم بود. امروز گزارش می شود که جو شدید امنیتی در ربات کریم برقرار است. دوشنبه هم در مرکز شهر تهران و همچنین کرج تظاهرات اعتراضی برگزار شد. مردم مطالبه آب، زندگی و حقوق دارند. اعتراض ها اما از اینجا خوزستان آغاز شد. دو هفته پیش برای گرفتن حق مسلم آب، برق و نیازهای اولیه زندگی. حالا اما با اخلال اینترنت صدای خوزستان کمتر شنیده می شود. در بیخبری جهان از خوزستان، نیروهای امنیتی خانه به خانه معترضان را بازداشت می کنند. فعالان حقوق بشر می گویند بسیاری از بازداشت شدگان کودک و نوجوان هستند. کودکانی که به گفته نماینده اهواز آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد. وزارت خارجه آمریکا بعد از گذشت دو هفته به این اعتراض‌ها واکنش نشان داده و خشونت نیروهای امنیتی حکومت ایران علیه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را محکوم کرده.
مردم ایران حق دارند نارضایتی خود را بیان کنند و دولت خود را مسئول بدانند. ولی ما گزارش‌های آزاردهنده‌ای از شلیک نیروهای امنیتی به معترضان که منجر به مرگ چندین نفر شده را دیده‌ایم. ما استفاده از خشونت علیه اعتراضات مسالمت آمیز را محکوم می‌کنیم. ما از حقوق مردم ایران برای تجمع مسالمت آمیز و بیان عقیده‌شان بدون ترس از خشونت و بازداشت توسط نیروهای امنیتی حمایت می‌کنیم. ما همچنین گزارش‌های مربوط به کاهش سرعت اینترنت در منطقه را زیر نظر داریم. وزارت خارجه آمریکا از حکومت ایران خواسته که به حق آزادی بیان مردم و دسترسی به اطلاعات و اینترنت احترام بگذارد. این درخواست در حالی مطرح می شود که مجلس شورای اسلامی دیروز بعد از یک جلسه غیرعلنی اجازه اجرای طرحی را داد که هدف اصلی آن محدودیت گسترده دسترسی به شبکه ها و خدمات اینترنتی است. اخلال در شبکه اینترنت تا به حال یکی از مهمترین ابزارهای حکومت ایران برای سرکوب اعتراض هایی است که پی در پی شکل می گیرند. دور تازه اعتراض ها در ایران که از حدود دو هفته پیش در خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب پا گرفت، به سرعت به تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران تبدیل شد. شهید هوشمندی، بی بی سی. در اعتراض‌های اخیر به بحران کم‌آبی در ایران اسم یک رودخانه زیاد مطرح شد. رود دز و سدی به همین نام. حالا یک نماینده پیشین مجلس ایران از رهبر این کشور خواسته به خاطر حمایتش طرح جنجالی انتقال آب این رودخانه پاسخگو بشود. اشاره محمود صادقی به حمایت آیت الله خامنه‌ای از طرح انتقال آب رودخانه دز به استان قم است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این نتیجه ایمان و اراده است. زمانی بود که طرح انتقال آب رودخانه دز به استان قم یک حماسه سازندگی تلقی می‌شد. جدال با طبیعت، نشانی از غلبه انسان بر طبیعت، انتقال آب ایران. اما حالا که خشکسالی پرده‌ها را کنار زده، طبیعت به این دستکاری‌ها پاسخ می‌دهد. هدف طرح این بود که استان قم از بی‌آبی و آبرسانی با تانکر خلاص شود. این اتفاق افتاد و نزدیک به 25 سال است که مصائب کم آبی و آب شور دیگر قمی ها را آزار نمی دهد. اما به بهای سنگین برای مردم شهری دیگر، شهر علی گودرز و استان لرستان که از آبهای انبوه رودخانه دز تامین می شوند. بر روی هر یک از این رودخانه ها یک بند انحرافی احداث می شود. این طرح آنگونه که در این تصاویر تبلیغاتی پروژه دیده می شود، آب را از چند سرشاخه رودخانه دز منحرف می کند. به این نقطه انتقال می دهند. سپس آب منحرف شده را به اینجا سد کوچری در گلپایگان می رساند که از آنجا از چند شهر عبور می کند تا 181 میلیون متر مکعب آب را به قم برساند. حتی در زمانی که مردم علی گودرز و لرستان همین دو ماه پیش لنگ 235 میلیون متر مکعب آب بودند. قابل تعیین شده و چه مقدار هست؟ بله، درخواستی که شد 235 میلیون متر مکعب به عنوان حقابه زیست محیطی و همینطور آب شور. تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی از بعد جنگ به دنبال این پروژه بودند. شاید به زعم آنها آب شهری مثل قم باید در شأن جایگاه مذهبی آن باشد. ولی چون چاه‌های اطراف قم و سد 15 خرداد کفاف نمی‌داد، چشم بر سرشاخه‌های خروشان و زیبای رودخانه دز دوختند و هنوز هم کم شدن آب دز یعنی شور شدن آب قم. آب شیرین سرشاخه‌های دز تا 15 روز قطع و آب قم از امروز شور شد. حکایتی تکراری از ماجرای انتقال آب. مصرف آب در مقصد کنترل نشد و آبی هم که به مقصد انتقال یافت فقط به آب شرب مردم قم محدود نماند، بلکه به مصارف صنعتی و کشاورزی هم رسید. مسئولان دولتی و پیمانکاران چنان سرمست از تکمیل چنین طرح بزرگی بودند که صدای اعتراض نماینده های علی گودرز در مجلس به جایی نرسید. انصافا اجرای این پروژه مردم مسلمان ما رو به خاک سیاه نشونده. از مهمترین نیازهای این شهر مسئله آب است. آنجا که شخص اول کشور از چنین طرحی ابراز خوشنودی میکرد، دیگر جایی برای اعتراض نبود. از مسئولین محترم این کار میخواهیم که هرچه سریعتر این آبی رو که از راه دور از سرچشمه‌های دز در واقع میاد برای قم، این رو هرچه زودتر به قم برسانند. قرار نیست
حق مردم علی گودرز ضایع شود. با این حال خشم نمایندگان علی گودرز فرو ننشست و در مجلس نسبت به عواقب کار هشدار دادند. برای مردم ما به مثابه آتش زیر خاکستر خواهد بود و روزی با خشم انقلابی جوانانش فوران خواهد کرد و تا دیر نشده حق و حقوق. خیلی متشکرم آقای. مردم علی گودرز فقط در جریان اعتراضات اخیر خوزستان به بحران آب قیام نکردند. توسعه ناپایدار اغلب به جنگ‌های آبی هم میرسد. حالا هم قم در نوبت کم آبی است، هم چاه‌های لرستان خشک شده، هم فرونشست زمین در مسیر انتقال آب گلپایگان را هم گرفتار کرده. آب انتقال داره از حوضه گلپایگان، انتقال میشه به بیرون گلپایگان. آبخان فرصت تغذیه نداره. با همه این اوصاف طرح‌های انتقال آب همچنان پیگیری می‌شود و همچنان هزینه می‌دهد. سیاوش اردلان، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ایران میگوید آمریکا توافق برای احیای برجام را به مذاکره درباره برنامه‌های موشکی و منطقه‌ای این کشور گره زده. دو هفته بعد از آغاز اعتراض‌ها در ایران، آمریکا خشونت حکومت علیه معترضان را محکوم کرد. در ادامه برنامه، یک روز بعد از اقدام جنجالی مجلس ایران برای کنترل فضای مجازی، قالیباف میگوید واتساپ و اینستاگرام مسدود نمی‌شوند. این روزها در کنار اعتراض‌های مردم خوزستان و بعضی دیگر از شهرهای ایران، تجمعات و اعتصاب‌های اصناف مختلف هم در جریان است، از کارگران نیشکر هفت تپه تا دامداران و بازنشستگان. مریم افشنگ نگاهی کرده به بعضی از این تجمعات در روزهای گذشته. اتحادیه آزاد کارگران این عکس ها را از 17 روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه منتشر کرده. مگه تو نمیدونستی وضعیت خوزستان ها؟ 4 ساله 5 ساله ما تو همین شرکت داریم دست به اعتراض میزنیم. آقا مسالمت آمیز صنفی برو بیا، گرفتن بردن زدن زندان ایور اوور هزار جای دیگه بردنمون. و جالب توجه هم اینه تا یه چیزی میشه انگم به ما بخوان بچسبونن. حرفی هم نباید بزنی دیگه، راحت بلد پرونده سازی میکنن ضد نظام. بابا کی کار با تو؟ تو مملکت آباد بکن، کی کار داره چی به چیه؟ پرداخت حقوق‌های معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری از خواسته های این کارگران است. در اکثریت تجمعاتشان هم تاکید دارند که اعتراضاتشان صلح‌آمیز است. این هم تجمعات تعدادی از بازنشستگان تهران و کرج در حمایت از اعتراضات مردم در خوزستان. بازنشستگان صدا و سیما هم در روزهای گذشته چندین بار جلوی این سازمان تجمع اعتراضی برگزار کردند، در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و رسیدگی نکردن به مطالباتشان از جمله اجرای قانون همسانسازی و افزایش حقوق. این هم تجمعات 2 روز پیش دامداران یزد مقابل استانداری. آقای نیروی انتظامی میگه اگه دامدار کلا فکونی میگه کلا دامدار میگی. یارو بیا دامداری ما بچرخون. آقا یه هفته حقوق ببخش به مستضعفین جهان. ببخش نمی کار میکنی. بابا ما کل زندگی اون داره میبخشه. زمینی واسکنی و میخواد خونه درست کنه فروختم کوالا فالی کنه. ماشینو فروختم کوالا فالی کنه. به دادشون نمیرسیم بابا، دو خامشو بفروش و خرج خودشو کنه. مدت هاست یا با گاوهایشان به خیابان می آیند که بگویند دامهایشان تشنند و گرسنه، یا شیر گاوها را در اعتراض به قیمت شیر به خیابان می ریزند. در هفته های گذشته دامداران در چندین شهر از جمله مشهد، اصفهان، یزد، کرمان و شیراز دست به اعتراض زدند. گرانی علوفه در شرایط خشکسالی و تفاوت قیمت تمام شده شیر با قیمت مصوب دولت از جمله دلایل اعتراض آنهاست. معلمی حقمه. در این مدت اصناف متعدد دیگری هم شامل معلمان، استادان دانشگاه، کارگران شهرداری و کارگران صنعت نفت و پتروشیمی اعتصاب و اعتراض کردند. اعتراضات مسالمت‌آمیزی که تمرکز اصلیش وضع بد معیشتی است، ولی مسئولان حکومتی به جای ارائه راهکار اساسی برای حل مشکلات آنها، در مواردی معترضان و اعتصاب کنندگان را تهدید هم کردند.
مریم افشنگ، بی بی سی. بنابر آمار غیررسمی، شمار پناهجویان افغان که در 3 ماه گذشته به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شدند 229% افزایش یافته. نخست وزیر اتریش گفته بهتر است این پناهجویان در ترکیه بمانند و به سوی اروپا نروند. رئیس جمهوری ترکیه هم هشدار داده که کشورش همسایه افغانستان نیست و نمیتواند موج تازه‌ای از پناهجویان را تحمل کند. مرداد فرهمند به شهر وان در شرق ترکیه رفته و گزارشی از وضعیت پناهجویان افغان تهیه کرده. محله حاجی بکر در حاشیه شهر وان، محله قاچاقچیان، هم قاچاق کالا میان ایران و ترکیه پیشه رایج میان اهل این محله است، هم قاچاق انسان. خیلی از این خانه ها محل نگهداری انسان هایی است که از ایران به ترکیه قاچاق شدند تا رهسپاره غرب شوند. مهاجران افغان به این خانه ها خوابگاه میگند. به ظاهر خانه مسکونی است، اما تنها در یک طبقه آنها گاهی 400 تا 500 پناهجوی افغان به سر میبرند، یا در واقع زندانی اند تا زمانی که قاچاقچیان به وعدهشون عمل کنند و اینها رو از اینجا به استانبول انتقال بدند. متاسفانه چون که این محله در کنترل قاچاقچیانه، امکان این رو که به این خانه ها نزدیکتر بشیم و درون اونها رو نشون بدیم نداریم. بیشتر این انسان‌ها اهل افغانستانند. اینها قاچاق کنندگانشان به وعده عمل نکرده، پولشان را گرفته، رهایشان کردند. حالا بی پول و بی پناه و فراری از پلیس، روزها را زیر هر سایه‌ای می‌گذرانند که بیابند، شبها را در دشت و کوهسار اطراف. بیشتر اینها اهل قندوز و فاریابند. اونجا طالبا است، طالبا زده گفته که طالب شوید یا برین. قرب یک من میشه در افغانستان بار آمدیم. اینم در افغانستان در نیمروز در ماشین آمدیم. در نیمروز ای طرف در ماشین یک پوجی 15 نفر بار میکنم. 15 نفر بار میکنم. بعد از در ایران آمدیم. $300، $400، $500 عمق میگیرد. برای هر نفر؟ برای هر نفر. اونهایی که از شما این پول رو میگیرند، از شما رو از افغانستان میارند ایران، اونها افغان هستند یا ایرانی هستند؟ بلوچ هست. بلوچ هستند. میگه ما مردم آمد مرد ترکیه، 3 شب پیاده گشتیم. 3 شب پیاده گشته در مرد تیر شدیم، در مرد ای بر آمدیم در پیاده. قاچاق بری افغانستان که آورد تهران، اون این نیسته. این قاچاقبر تهرانی است که ما رو تحویل ترکا میده. گفت نفر 20 میلیون میگیرم ازت، ولی از این دو تا بچه‌ت گفت نمیگیرم پول، به اینکه خرد هستن، اینا گناه دارن. ما رو آورد و از چیز رد شدیم مرز ماکو. از مرز ماکو داشتیم، همون یه کانال است چقوری از 3 متر، همون یه که خود انداختیم و پلیس ها اون طرف مجرد ها رو گرفت، مشغول اونا شد، ما از این طرف آمدیم نمیدونم. بعدش اومدیم وان رسیدیم، گوشی طرف ما خاموش شد. قاچاق برام زنگ بزنیم، زنگ بزنیم آقا چیکار میکنی؟ یه پلیسای ترکیه میزنم مردم، میگه که برین طرف افغانستان. از شما برمیگردونن یعنی میبرن به مرز ایران، از اونجا رها میکنن؟ یلا میکنه طرف مرز. اون وقت اون طرف پلیس ایران هم که میگیره شما؟ پلیس ایران هم میزنه، اذیت میکنه. همین بچه را ما یه دفعه روان کردیم مدرسه، گفتیم برو درس تا بخون. بعدش برده دوباره بوده دو بین مدرسه شون طالبا رفته، گفته این زن چی کار میکنه اینجا آمده؟ کیه؟ معلم خودی مکتبه. گفته این زن از نباید اینجا بیاد. همون رو دو بین ماشین انداخته برده. همین رو که نگاه میکردی بهشون، زارشون مثل چوب واری گشته بقیه ترسه. گفتم چی شده؟ گفت زنه رو یقم میزدم طالب که چرا زن اینجا معلم هست؟ بعد گفته دیگه دختر نبینم در این مکتب بیاد. خب من گفتم اگه ما بی سواد شدیم، من بی سواد هستم، من سواد ندارم. من اگه بی سواد شدیم، ولی بچه ها نباید بشه بی سواد دیگه. این چیز زندگی است. آخه ما فقط، من فکر کنم مردمی افغانستان در این دنیا فقط درست شده که به دنیا بیاد و اینی میرقم بی سرنوشت ختم شون، تمام شون. در این ناامیدی چگونه میتوان کورسوی امیدی یافت در روزگاری که سرنوشت افغانستان بار دیگر در غبار فرو رفته؟ مهرداد فرهمند، بی بی سی، وان.
رئیس مجلس ایران به مخالفت‌ها با طرح کنترل فضای مجازی واکنش نشان داده و گفته قرار نیست واتساپ و اینستاگرام مسدود شوند. محمد باقر قالیباف در صفحه اینستاگرام خود نوشته این طرح باید به گونه ای اصلاح شود که تصمیم گیری درباره پلتفرم‌های مجازی به گفته او مبتنی بر منطق عقلانی و مستقیما توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. از شما خواسته بودیم درباره تاثیر محدود شدن اینترنت برای ما بگید. صدای چند نفر از مخاطبان را بشنوید. خواستم در مورد این طرحی که به مجلس دادن، سیانت از فضای مجازی، نظرمو بگم. به نظر من این اصلا سیانت نیست، این دشمنی با مردم ایرانه. مجلس به مشکلات مردم که وظیفه‌اش رسیدگی کنه اصلا اهمیتی نمیده. ببینید، اجرای شدن این طرح از هر طرف که بهش نگاه بکنید ضرره. دسترسی به اینترنت بین المللی به خیلی از افراد از دور افتاده ترین بخش کشور این امکان رو داده تا بتونن کارشون رو به مصرف کننده معرفی بکنن و بهش قدرت انتخاب و تصمیم گیری بیشتری بدن. شما از عکاس تا آرایشگر عروسی بگیرین تا طراحان لباس و افرادی که توی سیستان و بلوچستان سوزندوزی میکنن به این اینترنت وابسته هستن. الان حتی از تبلیغ کتاب گرفته، از تبلیغ محصول گرفته، حتی فیلمایی که توی شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های خانگی پخش میشه، تمامش و تبلیغاتش رو دارن اینستاگرام انجام میده. به هر حال اگه این اینستاگرام وجود نداشته باشه، ممکنه یه سری نقاط منفی داشته باشه، ولی ما نمیتونیم به خاطر یه سری نقاط منفی کلن اینستاگرام رو فیلتر بکنی یا اینترنت رو محدود بکنی. واقعا الان خیلی کسب و کار، شاید میلیون ها آدم توی ایران کسب و کارشون واقعا به اینترنت، به یه نوعی به اینترنت وابسته باشه. الان میبینید شما مثلا یه نفر برنجش هم میخواد بفروشه، یه پیج اینستاگرامی درست میکنه. واقعا من نمیدونم دولت هدفش از این قضیه چه. در درجه اول خب وقتی این اینستاگرام محدود بشه، اینترنت محدود بشه، هزینه های ما خیلی بالاتر میره. قطعا اینا به این فکر میفتن که هزینه ها رو چند برابر بکنن برای دسترسی به گوگل یا اینترنت بین المللی. اپراتورها، همراه اول، ایرانسل، هزینه هاشون رو میبرن بالا که عملا مثلا منی که میامدم 86,000 تومان میدادم، 35 یک سه ماهه میگرفتم، حالا مجبورم 3 برابر این پول رو بدم. قطعا این به اینجا میرسیم که دیگه وسع مالی همچین اجازه رو به من نمیده. خب من یه کارگرم، نمیتونم اینقدر هزینه بکنم. جدا بگم، میرسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.